خیلی ممنون. سلام علیکم، بفرمایید بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورنا و اجورکم. یالا عظم الله اجورنا و اجورکم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرما. وقتتون بخیر آقا. سلامت باشید. خدا سلامت باشید. از عایشه لعنت الله علیها داشتم از محضرتون. بفرمایید. خجال سوال اول از این که من از اینکه شنیده بودم، من حالا زیاد در این قضیه اطلاعی ندارم و تحقیقم نکردم، ولی من از یک عالم مثل این که شنیدم که حالا من سوال رو مطرح میکنم ایشون جواب شد تلویزیون گوش میکنم. من سوال اول این که شنیده بودم که حالا نمیدونم چقدر صحت داره، عایشه زنا کرده بود. این سوال اولم که چقدر نمیدونم چقدر صحت داره یا نه، زنا هم میکرد. سوال دومم این که در یک آیه قرآن هست، من اینو خوب متوجه نشده، یعنی آیهش حضور ذهن ندارم، که اونجا آورده که زنانی که کافر هستن اونها رو به همسری نگه ندادید. یکی صحبه کرد که تفسیر آقا رسول اینو به همسری نگه داشت. باشه باشه، شما سلام را با خوب مخرج ادا میکنید، ولیکن بله از معرفت بهرتون متاسفانه کمتره، و اگر از معرفت بهره ای داشتید این سوال را اینطوری مطرح نمی کردید. بله، خدمت شما دوستان عزیز به عرض برسانم که عایشه آن چیزی که علماء شیعه درباره او ذکر کرده اند، علماء بزرگ شیعه مانند علامه مجلسی، مانند علامه حلی، مانند قاضی نورالله تستری، مانند خدمت شما به عرض برسانم بقیه علماء شیعه از متائن که وارد کرده اند، اونها متائنی که وارد کردن در اونها زنا نمی باشد، زنا نمی باشد در بین اونها. و این حرف، اثبات این حرف خیلی مشکله. اثبات این حرف در بعضی از روایات آمده، در بعضی از احادیث آمده، اما اینها اثبات این مطلب خیلی مطلب مشکلی است. و اما آنچه که عایشه به نص قرآن کریم مرتکب شده و عایشه به تواتر و به یقین به آن مرتکب شده، بدتر، به مراتب بدتر از زنا هست. دشمنی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فسق در عقیده، این بدتر از زنا هست. زنا درست گناه کبیر هست، اما این کسی که دشمنی بکند با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این به مراتب بدتر هست از زنا کردن. فسق در عقیده، یک کسی که مرتکب عمل بد می شود شاید عقیدهش سالمه، اما کسی که قرآن شهادت می دهد که او عقیدهش اصلا باطل هست، دیگر او مرتبهش خیلی ساقط تر هست از زانی یا زانیه. این تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما و این تظاهرا علیه فان الله مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر. این آیه مبارکه هم صراحتا میگوید عایشه قلبش فاسق بود و قلبش حامل عقاید فاسده بود، و هم میگوید دشمنی کرد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سوره مبارکه تحریم، دشمنی کردن با امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام گناهش خیلی بالاتر از اون. من نمیدانم که شیعیان چرا بی عقل هستن، ادعی از اینها چرا سوالای احمقانه میکنن، سوالایی که به ضرر شیعیان هست، چرا اینطوری مطرح میکنن؟ این حرف واقعا به ضرر شیعان. اون ادعی که این حرف را مطرح میکنن جاهلند، اینها نمیدانند. یک مطلبی را که نمیتونید اثبات بکنید چرا مطرح میکنید؟ آقا کتاب نوشته که بله که عایشه این کار را کرده. خب شما اون کارهایی را که به تاریخ به قرآن به اونها شهادت میدهد چرا اونها را مطرح نمیکنید؟ یک کاری را که اصلا نمیتونید اثبات بکنید، و اثبات کردنش خیلی کار سختیه، اما از عایشه بعید نیست که هر گناهی را مرتکب بشود اون را مطرح بکنید. بله. خب خدمت شما به عرض برسانم که قبائح عایشه خیلی زیاده و قرآن کریم ناطق بر آنها هست، اما ما اون متاعینی را که علنی هست و واضح و آشکار است اونا را مطرح میکنیم. متاعینی که اثبات کردن اونها سخته و از کتب مخالفین نیامده و اونها تن به آن نمیدهند، مطرح کردن اونها اصلا کار انسانهای نادانه، مطرح کردن اونها کار انسان عاقل نیست. این از این. اما سوال دوم شما درباره عایشه بود که یک آیه را ذکر کردی، کدوم آیه را نمیدانی؟ خب حالا منم سوال شما یادم رفت بخاطر اینکه غضبناک شدم بر این سوال شما، سوال احمقانه شما که هی بیا ثابت بکن که عایشه مثلا فلان کار را انجام داده.
عایشه از اون به مراتب بدترش را انجام داده، چرا اونها را ذکر؟ قرآن صریحه در اونها، چرا اونها را ذکر نمی کنی؟ یک مطلبی که فقط یک روایت در کتب غیر معروفه غیر مشهوره آمده و جماعت عمریه در کتاب هایشان نیامده با اون چسبیده. خب این بار چه کسی عده ای از معممین شیعه که نادانن نمیدانن چی بگویم، کار اون جماعت، کار آن جماعت. خب علامه مجلسی قدس سره، علامه حلی رضوان الله تبارک و تعالی علیه، میر ناصر حسین پدر صاحب عبقات، خب اینها از علماء بزرگ شیعه دیگه، ما از اینها که بزرگتر که نداریم. علامه بزرگوار مقدس اردبیلی در کتاب حدیقت الشیعه، علامه امینی در کتاب الغدیر، همه اینها متائم را ذکر کردن و خیلی عمرشان را صرف کردن در تحقیقات این مطالب و عاقلانه وارد بحث شده. خب اونها از عایشه در گذر نشدن. خب شما عاقلانه سوالت را مطرح بکن بنده خدا، تا چیزی نگو که به من مجبورشم به تو غضب بکنم. یک احمق دیگرش برای من ایمیل فرستاده که من میخوام با تو مناظره بکنم که عایشه این تو. بله مناظره بکنم که عایشه فلان کارا بوده. لا اله الا الله، نستجیر بالله، نستجیر بالله، نستجیر بالله. شما عقل ندارید، شما گروه جهال از شیعه، بله، که فقط یک عده امامه به سر جاهل شما را گمراه کرده اند، شما عقل ندارید. این حرفها را میزنید و این مسائل را مطرح میکنید و اون مسائل مهم و اصلی و واضح که احدی کسی نمیتوان منکرش بشود و مشاعر آنها و احساسات جانب مخالف با آن مجروح نمیشود و حتی احساسات شیعیان هرچی باشد زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره مطلبی که بازگشت اون به غیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد مطرح کردن، اون درست نیست. لذا علمای شیعه اینا مطرح نمی کردن. این فقط جهالی مانند حضرت عالی و جهالی که در این عصر پیدا شدن اونها پافشاری میکنن در این مطالب و این به ضرر شیعه است و این یک جشنی برای وهابیت، یک جشنی برای وهابیت که تمام متاعن عایشه رو فراموش کردن. میگن که شیعیان بله عایشه زانیه نبوده، شیعیان میگن عایشه ما کی گفتیم که عایشه زانیه بوده که طالب برای مصابه بکنه زانیه نبوده. اصلا این حرف من یک مطلب این مطلب نخواستم این مطلب را ثابت بکنم. عایشه متاعنش واضح بود، دشمن امیر المؤمنین علیه السلام، چه بس از زانی و زانی هستن که وارد بهشت میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دشمن اهل بیت علیه السلام نیستن. رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، ذخیره کردم شفاعتم را برای اهل کبیره از امتم، برای اهل کبائر من امتی، برای اهل کبائر از امتم. خب خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم اگر از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام کسی مرتکب این گناه شده از اون شفاعت بفرمایید، هیچ تعجبی نداره و زانی و زانیه وارد بهشت بشه. اما کسی که دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اذیت بکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در حیاتش بعد از وفاتش، دشمن خدا باشه، او دیگر ابدا وارد بهشت نمیشه و او شقی هست. شما اونها را رها کردید به یک چیزی که نمیتوانید ثابت بکنید به اون چسبیدید و این به ضرر شیعه و این مسلک علمای ما نبوده، مسلک اهل بیت علیهم السلام این نبوده. اما آیا اصل قضیه دروغ است؟ من نمیگم دروغ است، من نمیگم اصل قضیه دروغه، اما میگم ثابت کردنش مشکله و پافشاری بر این قضیه کردن اصلا کار نادرستیه و کار احمقانه ای هست. اما خداوند متعال حرام کرده که با مشرکین شما ازدواج بکنید. بله عایشه به ظاهر مسلمان بود، ابوبکر و عمر به ظاهر مسلمان بودند. کسی که به ظاهر مسلمان باشد به او احکام مسلمین جاری می شود، از جمله آنها صحت نکاح است.